خوش اومدی به مطب فوشو که برای اینکه مریضا بیرون مطب زیاد معطل نشن و بیشتر از این اذیتشون نکنیم، سریع خودم آنمایت میکنم که الان چه کار باید بکنی و میدونم که میخوای لاغر بشی. اول از همه اسمتو میخوام بپرسم. نه فکر کنم شما پرونده هم داشتین. الان تو سیستمم چک میکنم ببینم. نه شما پرونده تو فکر کنم قدیمی بود، پاک شده. اشکال نداره، من الان تمام اطلاعات تو از اول مینویسم، وارد سیستم میکنم که دفعات بعدی که میاد از روی همین اطلاعات ادامه بدیم. چرا؟ چون قراره که وایسی روی این دستگاهه و تمام چربیات و قدت و همه چیز رو آنالیز میکنه. بعد اینکه آنالیز میکنه در مورد همه چی قراره باهات حرف بزنم و بهت بگم که چه چیزایی رو باید بخوری و چه چیزایی رو نباید بخوری. چند سالت عزیزم؟ بسیار عالی. سنتم که عالیه برای شروع یک رژیم غذایی سالم و برای اینکه یک زندگی سالم داشته باشی. دستبندی طلایی و یا شی آهنی داری، اونا رو بذار رو صندلی وایسا تو این دستگاه که بدنتو آنالیز کنه، ببینیم بدنت در چه وضعیتیه. اوکی، الان میتونی بیای پایین. خب بدنت آنالیز شده و به این شکل نشون داده شده. این بدن خودت عزیزم و همونطور که میتونی این آناتومی بدنت. این قسمتت چربی زیادی داره و این قسمت چربی جمع شده. باید اول از همه این قسمت رو لاغر کنیم. اینجا باید چربی ها رو بسوزونیم. بعد از این نشون داده که این قسمتات فوق‌العاده عضلاتش زیاد و خوبه. آفرین، خیلی خوبه. و این قسمت هم عضل سازی شده و عالیه. تنها قسمتی که باید لاغر کنی همین دور اطراف شکمته و پهلواته که چربی جمع شده و نیاز داره که اینا سوزونده بشه. خب پس الان اطلاعات دیگه شم میخونم که اینجا نوشته پروتئین چقدره، مصرف آب چجوریه و چربی چجوریه در تمام نقاط بدنت و چقدر باید در طول روز پیاده روی کنی. همشو برات توی دستگاه نشون داده. الان برات میخونم طوری که دستگاه آنالیز کرده نشون میده که آب خیلی کم مصرف بکنی. درصد آب بدنت خیلی کمه، پس هر روز باید 8 لیوان آب حتما باید بخوری. برای لاغری از آب میتونی شروع کنی. یه بطری آب بخر جلوی چشت بذار که هی یادت بیفته. بعد اینجا نشون داده که درصد چربی بدنت یکم بالاست، باید این چربی ها رو بسوزونیم. و عضلات خوبه، درصد عضلات خوبه که نشون داده 70% بدنت عضلات، 30% بدنت چربی هم. که این باید 10% و 20% باشه، یکم زیاده. پس قسمت هایی که برامون نشون داده تو آنالیز بدنت باید شروع کنی برای چربی سوزی. و نشون داده که پروتئین بدنت فوق‌العاده خوبه، آفرین، خیلی خوبه تغذیت. ولی من بازم تغذیت رو تغییر میدم که بتونیم این چربی هایی که اضافه داری رو بسوزونیم.
پروتئین بدنت 15 کیلوگرمه که فوق‌العاده خوبه، که به طور طبیعی باید 16-18% بدنت، یعنی کیلوگرم بدنت پروتئین باشه و فوق‌العاده خوبه. از این لحاظ راحتی اسکای آنالیزمون نشون داده که دور اطراف شکمت پهلوات چاقه و باید این قسمت ها لاغر بشه. روزی نیاز به 1 ساعت پیاده روی داری بدون اینکه مکس کنی، یعنی از نقطه ای که شروع کردی به پیاده روی باید تایم بگیری، تا جایی که پیاده روی میکنی نباید وایسی، ولی طوری نباشه که تو خیابون پیاده روی کنی ماشین خدایی نگرده بهت بزنه. سعی کن قسمت هایی که کنارهای شهر که جای پیاده روی داره اونجا پیاده روی کنی، که تون تون یا هر جوری که راحتی 1 ساعت پیاده روی کنی. اون قسمت ها پیاده روی کن، وای نایستا، تو این مدت آبم نخور، آخر سر آب میخوری. خب من میخوام برات برنامه غذایی بنویسم که از این به بعد تا 1 ماه میخوایم با این برنامه جلو بریم تا نتیجهش رو 100% ببینیم و بر شخصی نسبت به غذایی که دوست داره، نسبت به وزنش، نسبت به شهری که زندگی میکنه و غذایی که در دسترس داره نسبت به اون برنامه غذایی مینویسم و مطمئنم این برنامه غذایی که برات مینویسم فوق‌العاده خوشت میاد، چون ازت قراره بپرسم چه چیزایی رو دوست داری و چه چیزایی رو دوست نداری. مثلا 3 تا برات میخوام برنامه غذایی بنویسم واسه صبحونه که جایگزین باشه. اگه یکیشو دوست نداشته باشی دومیشو بخوری، اگه دوست نداشتی سومی رو، یا دلت خواست یه روز یکی رو شروع کنی دومی روز اون یکی برنامه غذایی رو. خب من برات تو برنامه غذایی بنویسم که 1 عدد خب تخم مرغ، ولی چه جوری تخم مرغ؟ تخم مرغ آب پز که حدود 10 دقیقه بذاری داخل آب جوش و آب پز بشه. 1 عدد تخم مرغ میتونی واسه صبحونه بخوری و 1 عدد خرما و 1 لیوان شیر که شیرم هر جوری دوست داشتی، شیر گیاهی میتونی بخوری، شیر حیوانی میتونی بخوری، هر طوری که دلت میخواد میتونی این برنامه صبحانت رو داشته باشی. اولین برنامه صبحانت اینو برات نوشتم، ولی اگه دلت نخواست که این برنامه صبحانت رو ادامه بدی، دومین برنامه میتونی 2 عدد کالباس بخوری و 2 قاشق پنیر، 2 قاشق کوچولو، نه اینکه 2 قاشق غذا خوری، 2 قاشق چای خوری پنیر بخوری، یعنی حدود 100 گرم. ومین برنامه ای که واسه صبحونه میتونی بخوری، اگه هیچ کدوم 1 و 2 رو خوشت نیومد، میری چای گزین کنی به جای 1 و 2 که بهت نوشتم که چه چیزایی رو بخوری، به جاش میتونی 4 قاشق چوبرک رو بریزی داخل 1 کاسه کوچولو شیر و 1 عدد زردالو خشک بخوری، که این هم 3 برنامه واسه صبحونته. ازت باید بپرسم که صبح ساعت چند بیدار میشی؟ صبح ساعت 9. خب بین ساعت 9 تا ساعت 2 قراره که هیچ نخوری. دندوناتو مسواک بزن که یادآوری بشه که قراره چیزی نخوری به جز اینکه قرار شد 1 شیشه آب بذاری جلوی چشت و هر وقت که آب دیدی باید بخوری. خب عزیزم برای نهارتم 1 کاسه سوپ حتما بخور که غذای آبکی به بدنت رسیده باشه و 4 قاشق ماکارونی یا برنج یا بلغور بخور. برنج بلغور از برنج معمولی، برنج سفید مفید تره، سعی کن بلغور هم زیاد بخوری که مفید تره. و کنار این میتونیم
میخوری به اندازه 3 تا بند انگشتت اینجوری اینو بگیر خب به این شکل، یا میتونی ماهی بخوری یا میتونی مرغ بخوری یا گوشت بخوری، و بیشتر از این سعی کن تو برنامه غذایت نباشه که نتیجه بگیریم و لاغر بشی. پس 3 لیتر آب هر روز باید داشته باشی و 6000 باید قدم برداری و حدود یک ساعت باید پیاده روی کنی که نتیجه بگیریم. امیدوارم که عزیزم دفعه بعدی که میای یعنی یک ماه دیگه نتیجه رو بگیریم، و مطمئنم که اگه همین برنامه که برات نوشتم ادامه بدی همشو دونه به دونه رعایت کنی 100% نتیجه میگیریم. رعایت کنی بعد یک ماه 3 کیلو قراره که وزنت کمتر باشه. اگه وزنت یهویی خیلی کم بشه واسه بدنت خوب نیست، واسه همین